کمونیا خارج شده تکلیف دو تیم رو میبینید و مدارکا خود یه رفیق اتاقا گفتم بهنام چیپس و پفک بیاره باخت تیم شما با خوردن خوراکی بیشتر مزه میده. این نمایش خیلی جدی و دلچسب و تماشاگر باشن ولی انصافا مثلا چای دم کنم و سلامته زبان نداری؟ لالی گربه زبان تو خورده؟ خسته شدم انقدر کل کل کردم بابا چقدر کل کل کنیم با شما مردیم انقدر بردیم بسه دیگه کی بردی؟ کجا بردی؟ کجا بردیم؟ اینها چهار دفعه پشت سر هم بدون وقفه این مال ماست تا ابد خود دلو سکا ببر تو ایزاست؟ بفرمایید ببخشیدو دست شما نه عجب بازی بشه عجب یعنی میبریم میتره کنیم احمد آقا سلام وا ویلا عجب بازی بشه احمد استقلالی حالا تو به ردیفی میزونی استرس نشته باشه میزنیمشون خیالت راحت راحت استقلال قهرمان ساکت با من پیرزن قد کل کل نکن الان شدیم پیرزن پیرزن عمته من چه گفتم خودش گفت پیرزن دیدی؟ من چیزی گفتم من زنگ زدم به بچه‌ها گفتم خیلی پرفشار بازی نکنن شما یه زنگ به گلرتون بزن بگو مراقب لایش باشه اگه قراره این کل کل باشه من صبح سر رو بلدم کل کل کنم واسون کل کل نمی کنیم با اینا خیلی نگران اون دفاعشون هم میگن تفلک هنو داره دنبال فرهاد میدوه جوجه رو آخر پاییز میشمونن بله پاییز هم فصل قشنگی ما تو خیلی پاییز رو دوست داریم آشغال نریزی آقا هوا داره استقلال خیلی با شخصیتم من استادیوم هم که میرم آشغالامو جمع میکنم با خودم برش میدارم میارم بیرون بایدم تمیز و منظم باشین یه ورزشکار باید روحی ورزشکاری داشته باشه یه جا ما با اینا نقطه اشتراک داریم آفرین انسانیت مردانگی یعنی ناصر خان اعجازی خدا رحمتش کنی شعار نده ما هم بلدیم شعار بدیم آفتاب تابنده عالم بیننده پیش دستی نمیاریم جان به جان تاک میکنیم شما شلخته اما ما ماهی ماه تیم شما ماهه ولی مال ماست تا ابد مال ماست گول خوبتی کاری خدا خفت کنه بیایم بیریم زحمت نکشیم میرم مغازه ببینم فوتبال به سلامت ببینی ساتی اون چه رنگیه ما همه پرسپولیسی من نمیدونم به کی رفتی تو گل گل اوکی نظر بالاخره ما میزنی بچم ایمان میخواست فوتبالیست بشه ولی وقتی تو اینجوری شده این دلش نیمد بره یادته میخواستی بری اردو با دوستات نزدیک امتحاناتت بود بابات نذاشت تو خیلی دلت میخواست بری ولی خب بابات یه دنده بود حرفش یه کلام بود گفت باید به درسش برسه تو ناراحت شدی چند روزم قهر کردی بعد از او که امتحان دادی با نمرات عالی قبول شدی اون موقع بابات یه جفت کفش فوتبالی برات خرید اما فقط یه دفعه پوشیدش تو جبهه با چی فوتبال بازی میکردی
سلام مامان. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید. سلام قشنگترین دنیا. خودت لطف کن بفرما. خسته نباشی. ولی این بچه‌ت هم تحویل بگیر، من دارم میرم ها. هر جا بری برمیگردی بعد دل من. خوشش نخور. خوش آمدید دکتر. خوش آمدید. سلام احمد، چطوری؟ میبینم که دیروز باختین افسرده ای. سر به سر بچه‌م نذار. از دیروز من قد گفتم کلافش کرد. آخه این باخت نمیشه نگفت. شربت میکنی یا چایی؟ این شربت رو که ویدو بلد نیست بیزم من. خودم همه چی یادش میده. اونجوری میگی الان مامان جو فکر کنه من هیچی جلوت نمیذارم. مگه میذاری؟ با مزه شدی؟ من همیشه با مزه هم عزیزم. وای که وای بفرما دختره. مامان این مبله بود پایش ایراد داشت؟ بله خودم تعمیرش کرد. با من که گفتم میام که. خب کاری که از خودم برمی اومد چرا معطل تو بمونه؟ چی بگم؟ خودتون نمیخوری؟ بگم ویدا درست کنه؟ یه چیزایی بلده ها. ایما خب گفتم ماما یه وقت فکر نکنه چیزی جلوم نمیذاری. اتاتی چای خورد. راستی باقو اوکی کردی ما. مبارکی. خریدامون هم تموم شد. خریدامون که تموم نشده هنوز. یه دو تا از عکسای باغو نشون میدی به مامان؟ بیا مامان این عکسا رو بهت نشون میدم. گفتیم زیاد پله هم نداشته باشه که شما راحت باشی. بابا خیلی قشنگی. خیلی با صفاس. واقعا زیبا انتخاب کردی. دستتان درد نکنه. لاهی به حق علی که خوشبخت باشی. مرسی قربونتون برم. ویدا میگم آرشگاه میری مامانم ببر یه لولایت ریزی تو موهاشون بزنن. تو برو. من کجا برم؟ من یه عمری از یه آشغالا استفاده نکردم. شما هر جوری دوست دارین بیا. میاین دیگه. میخواد نیاد تابلوه. یه میام دیگه. چرا گیر میدی؟ میدونی چند سال پاشو از خونه بیرون نذاشته؟ احمدو ول نمیکنه که. ببینم تو چرا همه جلوی مامانت منو زایه میکنی؟ چی گفتم؟ ریز ریز تیکهاتو میندازی دیگه. چه تیکه؟ شربت بلد نیست درست کنه و هیچی جلوی من نمیذاره و این که مال نیم ساعت پیش بود. ویدا بابا ول کن دیگه، عجب پیله ای هستی تو. خب نمیخوای بیای خرید بگو نمیام دیگه. چرا اینجوری میکنی؟ من اصلا حرف خرید نزنم که بابا هرچی خواستی برو بخر. معلومه که میخرم. روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد و بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام میشود، بهار میآید. هوا ملایم می شود، دست و دل مردم باز می شود، کار دست می دهد، دست تنگی نمی ماند، می رود. سیتی فوتبال اون روز اگه آمد حتما برای من بگیری ها، یادت نره. بامزه بود الان؟ میخوام فوتبال دیگه، یه سرش برده یه سرش باخته. این همه شما باختین، حالا یه دفعه ما باختیم، اونم تازه به داوری. گریه نکن عزیزم، مهم نیست. هر کاری بکنین برد ما یه چیز دیگه است. بله برده با کمک داور یه چیز دیگه است. این خیلی فیلم خوبیه، ببینیدش حتما. ما رفع زحمت کنین. چای تعوض کنن. خب برم کار دارم مغازه.
دم گلدون شمدونی تو حیاط بودی، داشتی سعی میکردی گریم و آروم کنی. دستمو دراز کردم، اولین چیزی که اومد تو دستم محکم گرفتم، با دستای کوچیکم کشیدمش، پاره شد. گردنبند مروارید تو بود. تو خندیدی، جای این که دعوام کنی خندیدی و گفتی پسرم چقدر قوی شده. پسرم قوی. خوشگل توی؟ نه توی نه شما. سلام دایی. سلام ماما، خوش آمدی. قربان خوبه را خوش آمدی. من از تشنگی میمیرم. خدا نکنه الان شربت میانم دار. اذیت نکن، هنوز نرسیده. سامی پاشو، پاش ماما. سلام احمد. آزر جان بیا. سامی جان برات کلوچه آورده. دستت درد. مرسی. دوشی جان نینی چطوری؟ چم نماد من خوبه دیگه. ایمان اومده بود؟ بله با خانومش. یه مقدار خرید کرده بودن، عکسای باقا آوردن نشان مداده. چیا خریده بود عروس خانوم؟ چرا جری میگی؟ خب برای که کشته ایمانو با این فیس و افادهش، اینو میخوام اونو نمیخوام، خفه کرده ما رو. یه چیزی نگو مادر، عروسیشه، آرزو داره، دختر جوانه. آره ما بدبختیم، هر کی به ما میرسه آرزوها شکوفا میشه. شرط بخور. ایمان هنوز نمیدونه که میخوای نری ماما. میشناسیش که یه چیزیو بگه انجام میده. صد بار گفته ماما نیاد، همه چیو میریزم به هم، هیچی هم برام مهم نیست. فرق قیافه ویدا با مزه است وقتی داره سکته میکنه. من نمیدونم تو چه نسبت به دختر انقدر بدبینی. به ایمانم چیزی نگی، بذار خبر باشه، فکر کنی که من میرم. خب چرا نری مادر من؟ مگه بی کس و کاره ایمان؟ خب عروسیشه، زشته. من با این وضعم نمیتونم برم. وضع تو چشه؟ چیه؟ من با این شکم عروسی نمیام مامان. من میمونم همینجا، داداشو نگه میدارم، یه پرستارم میگیم بیاد کمکی. شما برو، با خیال راحت من هستم. حالا یه دفعه یه اتفاقی افتاده، چرا اونجوری نگاه میکنی؟ چجوری نگاه کردم؟ من نمیتونم احمد رو به دست کسی بسپارم. چشمت به احمد باشه، من الان برمیگردم. کجا میری؟ الان میام. از پله بالا رفتن رو تو یادم دادی،
دستامو میگرفتی منم آروم از پله ها میرفتم بالا، توی پشت بوم پا به پا میومدی، همه خونه ها رو نشونم میدادی، آدم های توش همه اسم داشتن، همه رو میشناخت. اتوبوس ها نگاه میکردم، از اون دو طبقه ها دلم میخواست سوارشون بشم. تو هم حرفم رو گوش میدادی و میبردی سوارم میکردی. حالتون خوبه؟ ببخشی من مزاحمتون شدم. من سهرم. راستش من یه آقایی رو اینجا از پشت پنجره هر روز میبینم. من با اتوبوس از اینجا رفت آمد میکنم، هر روز هی میرم و میام و اینا. بعد فکر کردم که این آقای سر کسالت داره، من هی براتون دست تکون دادم، هی بای بای کردم، هی خندیدم، اونو دیدم اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیدن. بعد احساس کردم که از اصلا یه شاید ناراحت شده باشن و اینا. گفتم که من دوست ندارم از اصلا کسی ناراحت بشه اصلا هیچ وقت. گفتم بیام ببینمشون اگه میشه ازشون معذرت خواهی کنم اگه اجازه بدی. سلام، بفرمایید. با اجازت. چه لباس خوش رنگی هم پوشیدین. به 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 به، چه خونه باحالی، خیلی قشنگه اینجا. اصلا بیرون به نظر نمیرسه انقدر دلواز باشه، انقدر جذاب باشه. من که اصلا دیگه عاشق اینجا شدم. ممنون، بفرمایید. چشم. اسمشون چیه؟ احمد. آها، شما هم فکر کنم مامانی یا مثلا مامان جون و اینا صدا میکنن دیگه، نه؟ بفرما بشین تا بیام. سلام احمد آقا، روزتون بخیر. من سحرم، منو دیدین دیگه، از اینجا هی رد میشم براتون دستکون میدم، بای بای میکنم، هی شکلک در میارم، خنگم دیگه از بس. ببخشید، من دیدم که شما اصلا فقط نگاه میکنید، هیچی نمیگید. بعد گفتم که شاید از دست من ناراحت شده باشید یه وقت، یعنی شاید که نه، خب حتما ناراحت شدین دیگه. گفتم اصلا این چه کاریه، من همش سرم تو زندگی شماست. الان گفتم بیام اینجا خدمتتون برسم، یه سلامی عرض کنم، عذرخواهی کنم ازتون، بگم که از دست من ناراحت نباشید. احمد آقا، الان شما با من قهرید؟ من به خدا شوخی کردم، اصلا منظوری نداشتم. فکر کنم خیلی از دستم ناراحتینا. ناراحت نشده، بیا بریم بشین تا برات بگم. بیا مادر، ای همه حرف زدی بدون نفس کشیدن، بیا گلوت تر کن تا برات تعریف کنم. ببخشید من اومدم اینجوری مزاحمتون شدم. مراهمی مادر. احمدم فوتبالیست بود، رفت جبه، حالا زندگی نباتی داره. میتونی زندگی نباتی یعنی چی؟ یعنی گل. حالا خدا رو شکر که شما رو دارم، انقدر پر انرژی، انقدر همراه، انقدر باحال. چی میخوان دیگه؟ این چیه؟ چه خوشمزه است. تخم شربتیه، نوش جونت. حس قشنگ بودن تو همیشه چشمم به دستت بود. کارهایی که میکردی با همه دنیا آشتی بودی، آروم، مهربون.
این چه حرفیه میزنی آخه؟ واسه انجام هر کاری شما باید به آدم استرس بدین؟ حالا من وسط این هایگیر واگیر باید به فکر این باشم که اینا رو چک کنم. بگو بابا کی؟ چی گفته؟ به مهندس نوری بگو قبل اینکه شلوغ کنه خودش چک کنه که ما رو اینقدر عصبی نکنه. من هزار تا کار دارم بابا. ببین بهش بگو ایمان سلام رسون گفت خودتون انجام بدین خداحافظ. خدا رو شکر اینجا هیچ کی کارشو درست انجام نمیده. مامان مامان اینجا مادر این تلفن هم کشته ما رو. چرا انقدر عصبانی مادر؟ عصب نمیزنن که باید خونسرد باشی. چشم قربونه ریخت من که هستم الان من انجام میدم دیگه مادر. مواظب سر گردنش. چشم خوبی داداشی؟ تو باید بشین من برم برات چای بیارم. من برم دیگه مامان میبینی وضعمو که این بالا سر ساختمون بودم گفتم یه میل لباسا که گذاشتی کنار رو ببرم امامزاد. آه بعد بخیر شی چشم میارم الان. یه چند تایی هم خودم گذاشتم کنم خوبونه که نیستم. نه بابا نوه یه بارم هم دست درد نکن. همین هست دیگه. بله تو خود کمکت کنم. نه بابا این حرف شما به پسر قوی و رعنات میزنی؟ قربان پسر رعنام ولی به پسر میگن رشید. بله هرچی میگم باشه. اینو بده مشتلی. اینم بگو گندم بخره برای کبوتر. پول دارم دیگه. داشته باشی. من باید با پول خودم باشم. شما میل خودت. چشم. کار دیگه نداری. در پناه خدا. چهار کرد. چی رو گم میکردم تا هم آروم سر فرصت میگشتی و پیدا میکردی. بعضی وقتا که به خاطر گم شدن یه چیزی گریه میکردم با هم بازی میکردی. منم اونقدر خوشم میومد یه چیزایی رو قایم میکردم که با هم گشتن بازی کنی. چجوری اینقدر خوبی؟ اینقدر آروم. ببخشید آقا منم دوباره مزاحمتون شدم. شما مراهمه. شما انقدر دوست داشتنی هستی انقدر شیرینی دلم خواست دوباره بیام ببینمتون. مهمان حبیب خداست ولی دیرت نشه. نه دیرم نمیشه هستم حالا. چی چه خوشمزه است. بودم دست تو هر ظرفی نمی کنی. نه میتونم خیلی قیافش وسوسه کننده بود. رو به اناره. من تا حالا اینجوریشو نخورده بودم. یه مزه ملستور خفنی داره. خوشمزاست. چه تبلت داری؟ بچه ها برم خریده. من که بیرونی میترم برم. بایی خرید میکنه. من یه عالمه بازی باحال دارم براتون میریزم. ما وقت بازی ندارم. بازی بریزم وقتش هم پیدا میکنم. وقت هم داشته باشم
کارهای مهمتری انجام میده. حالا شما هی منو ضایع کنید. چقدر آخه شما با سلیقه‌اید، همه جای خونتون واقعا قشنگه، حیاتتون که اصلا دیگه ته با صفاست. آدم میاد خونه شما اشتهاش وا میشه. البته من که انقدر گشتم واقعا از صبح تا حالا هیچی نخوردم، حق دارم، همش داشتم کار میکردم. من به شما گفتم شغلم چیه؟ نه، من مربی مهد کودکم، همه عشقم، همه زندگیم، واقعا همه جونم بچه‌هان، انقدر که من این بچه‌ها رو دوستشون دارم. شما چی؟ شما بچه‌ها رو دوست دارید؟ کسی از بچه‌ها رو دوست نداشته باشه؟ آره، الان اصلا دیگه خیلی بچه‌ها رو دوست ندارن، اصلا هوستل ندارن بچه دار بشن، اصلا معلوم نیست چشون شده واقعا مردم. نمیدونم، اما هر کسی دلیل برای خودش تو زندگیش داره، حتما انقدر تو زندگیشون سختی کشیدن که نمیخوان دیگه بچه سختی بکشه. ما چه میدونیم نه؟ ولی من خودم اگه بچه دار بشم مثل چشم از بچه نگهداری میکنم، نمیذارم کوچکترین سختی تو زندگیش بکشه. من خودم تو زندگیم همینجوری تربیت شدم، مامانم همیشه انقدر مراقبم بوده، انقدر مواظبم بوده که من واقعا هیچ سختی نکشیدم. ولی چه میدونم، مامانم معلم بوده دیگه، میدونید که مهربونی معلم‌ها چه جوریه، همش باید مواظب آدم باشن. منم معلم بوده. واقعا معلم چندو؟ کلاس اول. راست میگین، اول دبستان؟ وای چقدر هیجان انگیز. دیگه اول دبستان که از همش هم بهتر، فکر کنم بچه یاد بده چجوری بنویسه، چجوری بخونه. چقدر هیجان انگیز. الانم نگران تک تک بچه ها که سرنوشتشون چی شد. آخه حالا ایشالله که هر جا باشن همشون خوب و خوش باشن دیگه. آقا بعد تو خیلی انشالله محمد نمیدون اسمه. ماما جان سلام، قربون روی ماهت بشم، هی نشد زنگ بزنم. خوبم، یکی از بچه ها داره میاد تهران، گفتم این نوارم برات بیاره، یه چیزایی برات گفتم توش، اگه دوست داشتی گوش بده. یه عکسم توی پاکت هست، یه عکس سه نفری، من و فرهاد و بهروز. فرهادمون پسر شمالی است، با بهروزم تازه رفیق شدی، بچه آبادانه، دوست نداره ازش عکس بگیرم. توی عکسم اگه دقت کنی با یه شیطنتی صورتشو پوشونده. ما هر سه با هم قرار گذاشتیم این عکس رو با یه تسبیح که با هم خریدیم با صدامون بفرستیم برای مادرمون. امیدوارم خوشت بیاد. دوست دارم ماما. دوست دارم. دوست دارم. پسر شاخ شمشادم، پسر مهربانم، خوشتیپ مادر، میخواد بره همون. او قدما یادته چقدر میرفته همون؟ عمت بهت میگفت مرغابی. یارو بلند شده اومده تو سوپرمارکت، یه دونه چیپس خریده، دوتا پفک. میگه آقا میشه لطفا اینو ببریم بذاریم تو ماشین؟ میگم که وزنی نداره، ببر خودت دیگه. میگه نه شما وظیفه تو انجام بده. میگم دوست عزیز کار منو بهم یاد نده، من کارمو بلدم. همینه دیگه، من اشتباه کردم، رفتم درس خوندم که هر تازه به درون رسیده یه رو میرسه بهم بگه این کارو بکن اون کارو نکن. احمد داداش خوبی؟
حاجی تو میفهمی. من میدونم میفهمی، ولی خسته ای دیگه نمیخوای حرف بزنی. حالا دیگه رفتین دستپای آقوله رو قطع کردین، خسته و زخمی برگشتین، بعد یه طوری نگاهتون میکردن نگاه غریبه میبینن. من هم اینجوری هم یه جوری نگاه میکنن نگاه غریبه هم. تو فکر کردی جنگ بشه یه کدوم اینا میرن جنگ؟ نه دیگه آقا، من هیچ مشکلی با صدای اگزوز ماشین اینا ندارم. حرف من چیه که بچه من خسته کردی؟ دو کلمه نمیم درد دل میکنیم با هم. و این چه خوشگل شد؟ خوشگل بود همون آماده است بخور آب گرم و گلی یاسمن همه چی ردیفه؟ خودت مسخره کن. مسخره چیه؟ ببریمش دیگه. پشت بریم برن کارت بیاریم. شما برو من باز کنم پیشبندشو میام. صحبت کن باشه استقلالی شه. چش بود خودت کار خراب کردی. خوب چی آخر نظر شما؟ اون کجاش به من میومد؟ اوه سر خودت معطلی. دخترش هیچ عیبی نداشت، خیلی هم دلت بخواد. دلم نمیخواد. چی؟ میگم دلم نمیخواد. آفرین به تو. میبینی احمد اینم جوانه الان دیگه خبر نداری ازش؟ بهنا هستی؟ بله بله همینجا. چرا جواب نمیدی؟ ببخشید حواسم نبود. چی گفتی؟ حواست کجاست؟ همینجا. بگین شما داری چه کار میکنی؟ کلش آف کلم بازی میکنم. چی؟ یه بازیه اسمش کلشه. خب بازی میکنی چرا جواب نمیدی؟ خیلی حساسه، وار دارم. ها؟ بار داری؟ وار وار جنگ جنگ. میشه اینا دو تا کتاب بخون. چشم کتابم میخونم. در میزنم باز کنم؟ آره باز کن، دستت درد نکنه. سه سلام. خوب هستی؟ ببخشید من مزاحم شدم. شما برادر احمد آقایید؟ نه من دوستشونم. منم دوستشونم. چه خوب. با اجازت. احمد آقا مامان جون نیستن؟ مامان جون احمد رو برده همون. آها چای بیارم براتون؟ نه نمیخورم. شربت بیارم؟ نه نمیخورم. یه لیوان خنک. نمیخورم. من بشینم؟ خواهش. من الان میام خدمتتون. باشه. مواظب باش. عافیت باشه احمد آقا. آره انشالله همون عروسی. بذارید من کمک میکنم. نه نه من میام. بفهم سلام مادر جون خوبی؟ بذار من کمک میکنم. چیزی نیست من میام. خدا میام. مواظب باش بیانده. مواظب باش قربانت برم. یا علی شما که از استراحت کنی من کمک میکنم. بیان بشینید. خوبه فشارتون افتاده بابا. هوای تمام گرفته. بشین براتون آب قند بیارم. باش بیان بشینید. چیزی نیست. اینجا بشین. ببینیم چی کار کردیم با خودتون. خانم شما دیگه جوون نیستین، من باید بیام کمکتون کنم. گوش نمیدین دیگه. قندم که ندارید؟ نه از همه شما سالم تره. خدا رو شکر. بفرم.
الو، سلام، خوبی؟ نه بابا، خوابم کجا بود مادر جان؟ احمد برده بودم حمام، بهنم هم کمکم کرد. باشه بیا، خوش آمدی بیا عزیزم. بهنام، تو سری به احمد بزن، ببین تنفسش منظمه. باشه. با احمد آقای خوشتیپ، کشتی امروز ما رو. کجا بودی خوشتیپ؟ بیای باشم ببین. خوشتیپ خوشتیپه دیگه، دیروز و امروز و فردا نداره که. میگم احمد آقا دست راست رو سر ما. اجازه مرخصی میدیم به من؟ خسته نباشی، دست درد نکنی. خوش آجی. بابت بخیرش. خدافز. شما بهتری؟ بهترم. مثل پیر زنه مریض با من رفتار نکن. از همین شما هم از سالم ترم. خب خدا رو شکر بزنم به تخته. عروسی پسرمی، عروسی ایمان. من که از خانه بیرون نمیشم. اونا هر چی خرید میکنن میارن نشونه من بده. عکس باغ، عکس مجاله شانه. اما من عروسی نمیخوام برم. اون نمیدانی که من نمیرم. گفته اگه من نرم بساط به هم میزن. خب برای چی نمیخوایم برید؟ آها، به خاطر احمد آقا؟ آره، بچه همه به که بسپارم. خب با خودتون ببریدش. چه جوری ببرم عزیزم؟ باشم برم لباس رو عوض کنم. خب منم میام باهاتون. نه با من نیا، برو پیش احمد و تنها نباشی. شما به در باز کن، من چای درست میکنم. سلام. سلام عزیزم. سلام. باز که کاره سخت کردی. مادر جان، من از پس کار خودم برمیام. بهنامم بود. صد دفعه گفتم کار داری به من زنگ بزن، من میام دیگه. این عجلت به کی رفته؟ بعد به ما میگی صبور باش، صبور باش. تو کمک کن، تخت با هم جا به جا کنیم. سلام داداش احمد خوشتیپ. سلام. سلام آقای من. سلام. خوب هستی؟ من سهرم، خیلی خوشحالم میبینم اتون. بفر بشین. بفرم. عکس آوردین یا خرید؟ خیلی مبارکه دارید ازدواج میکنید. من خیلی خوشحال شدم براتون. خیلی باحال، دو نفر که همدیگه رو دوست دارن بعد به همدیگه میرسن، اصلا یه حس خوبیه، عین تو فیلم ها میمونه. حالا ایشالله که کم کم بعد که بچه دار شدین یه بچه توپل مپل خوشگل مامانی. شما که البته خودتون فکرم خیلی لاغرید نه؟ رژیمه. رژیم لاغری؟ حالا ایشالله بایی بچه توپل مپل گیرتون میاد، ایشالله مهد کودک بره، بزرگ بشه، مدرسه بره، دانشگاه بره. کیفه، همش کیفه. من برم دیگه. میموندی؟ دست شما درد نکنه. شما بشین، شما بشین. نه نه نه، شما بشین، من میرم. سلامت عزیزم، خوش آمدی. کی بود ماما؟ دوستمه. چه بامزه بود، این همه اطلاعاتو از کجا داشت؟ من براش گفتم. چه دوستایی ویدا، اون کادوهای مامانو میدی؟ کادو بمونه برای بعد. هر مغازه‌ای می‌رفتیم ویدا میگفت اینو برای مامان بگیریم، اونو برای مامان بگیریم. انقدر که علاقه ویژه‌ای. جانم بیا اینجا، کارت دارم. با اجازه. من درو ببن.
کی بودی؟ کی؟ همین یارو. دختره؟ آره دختره. چه میدونم دوست مامان بود دیگه. آخه دوست مامان به همه میان. چی میگی بابا؟ میگم کی بود؟ من دفعه اولم بود میدیدمش. آره جون خوده تابلو بود میشناسیش. چرا شعر میگی؟ میترسم از تو بگم میشناسمش. نمیدونم والا. نه تو مشکل روانی داری ویدا. 10 روز دیگه عروسیمون، اون وقت تو هنوز دنبال قاتلی؟ لابد یه کاری کردی که من دنبالشم دیگه. نه تو دردت یه چیز دیگه هست. ایمان مامان مسخره بازی در نیاری. مسخره توی مامان. این دختره کی بود؟ دوستمه. من تا حالا دیده بودمش؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونی؟ مامان الان میخندی این فکر میکنه من دارم دروغ میگم. اگه با گریه بگم او فکر میکنه راست میگی. اصلا به حرف منه مگه؟ معلومه که ندیدیش. منم تازه باش آشنا شدم. بفرمه مامان جو. من باید برم شام میموندی. خیلی کار دارم. در پناه خدا. فقط عروسی میاین دیگه. این پسرتون که میدونین خوله، یه هم ممکنه بزنه زیر همه چی. خب نبودن که زنه نمیدن. چی؟ ایشالا که خیلی. خدا پز مامانی. به سلامت. خدا در پناه خدا. مواظب هم باشی. بچه که بودم دلم میخواست زودتر بزرگ شم. میخواستم بتونم توی حیات گل بکارم، ازشون مراقبت کنم. گلا خریده شدم، کاشته شدم، من بزرگ شدم. داره نگاه میکنه، تشنشه. همین گلدون زرده کنار پنجره. شاید یادت رفته بهش آب بدی. آخه گلات زیادن، نگهداری ازشون سخته. خب بیداری؟ گفتم شاید خوابید. با کلید اومدم. سلام مادر. سلام. ببخشید. چی شد برگشتی؟ گفتم بیام وسایلمو جمع کنم، فردا 1000 تا کار دارم نمیرسم. باش برو جمع کن تا برات دم نوش بیارم. دستت درد نکن نوشی جان. امشب چه دام نوشی داری؟ کل گاف زبان و لیمو امانی. این چقدر دوستش داشتی و چه خوب نگرش داشتی. چند ساله؟ قشنگ یادم روزی که داداش احمد اومد و اینو برام آورد، از آبادان خریده بود. خیلی وقت بود نیومده بود. وقتی اومد تحویلش نگرفتم. دلم برش تنگ شده بودم ولی مثلا قهر بودم دیگه. اون موقع همه تصورم از جبهه جایی بود که از این عروسک ها داره. از وقتی داداش اینجوری برگشت دیگه باش بازی نکردم، فقط نگهش داشتم. چه خوب یادت اینا. حافظه بلند مدتم خوبه. بگو نهار چی خوردی اگه بدونم. با ویدا حرفت شده؟ حرف که نقل و نباته. نه بابا، خودم یه جوریم. جورات اومد دیگه عادت کردم. همش یه جوری هستی تو. نه یه جور دیگه هست، یه حالیم. اولش فکر میکنی خاله بازیه، میری میای خونه میگیری لباس و باغ و کارت و مهمون و یه همینی جدیه.
به خودت میای میبینی دوتا بچه بغلت. یه جوریه دیگه. خوبه دیگه، جورات کامل شد. اینجوری نبودی تا حالا. یادت آذر شب عروسی چقدر گریه کرد؟ همش مسخرش کردم. خیلی سخته، زندگی یه جور دیگه میشه. اصلا نمیدونی خوبه یا نه. الان آذر رو میفهمم. خوب آدم دلش میگیره، تنگ میشه. پسرکم داره داماد میشه. یار مبارک بادا، ایشالله مبارک. فقط چند سال ازتون بزرگتر بودم، ولی نمیدونم چرا منو قهرمانتون میدونستی. انقدر بازی و شیطونی میکردین تا دعواتون بشه، بعد میومدین پیش من. قهراتون پیش من بود، آشتی کردناتون، گریهاتون، خنده هاتون. قربانه پسر قشنگم برم. دیگه عید اومده، خیلی قشنگه. زود بچه پرسته شونه. نه دست نمیرن، اونا با ما دوستن. مسابقه بزنیم. 1 2 3 سامی، قضیه این گربه ها رو بده بریم خونه. ای حالا میخوام باشم. بلبل زبونی نکن، همین که گفتم. زور نگو. خدا کی منو نجات میدی آخه؟ مادر جان چیه؟ باز چیه؟ 7 ماه از صبح تا شب دارم عشق میریزم، وقت ریلکس میگی باز چیه؟ چی میگم عزیزم؟ هیچی نگو. اصلا این خون سردیت رو اعصاب من. مامان داماد دست خودت بدتر. چرا خون سرد نباشین؟ شما که دارین زندگیتون رو میکنین، اونی که باخته منم. منم که الان باید تو نمایشگاهم تو کانادا باشم، اینجا واستادم دارم گریه میکنم. گریه نکن عزیز مامان، گریه نکن. به بچت فکر کن، به احساس خوب مادری. این احساس خوب مادری دقیقا کجاشه مامان؟ من سامی هم نمیخواستم، چه برسه به یکی دیگه. این همه از صبح تا شب درس خوندم، از شب تا صبح نقاشی کردم، از این کلاس به اون انجامن، از این گالری به اون گالری. آخرش چی بشه؟ بشینم بچه بزرگ کنم؟ این بود اون زندگی که من میخواستم؟ اینجوری فکر نکن مادر، خیلی حسرت زندگی تو رو دارن. شوهر خوب داری، بچه سالم داری، تنت سالمه، دی چی بخوای از زندگی؟ زندگی؟ من زندگی نمی کنم ماما، من مثل مرده ها میمونم. بابون تو برم عزیزم، شکر گذار داشته هات باش. یعنی چند تاش نیست؟ یکیش پیدا کردم، یکیش نیست. اونم پیدا میشه. چیه اینا؟ مروارید اصله؟ هرچی هست به اندازه یه دنیا برای من ارزش داره. یه گردن بند بود، خدا رحمتش کنه همسرم، از مشهد برام آورد. حالا پاره شده، چند تا اونم نیست.
دوست داشتین آقای شوهر رو؟ خب بله دوستش داشتم. قدیما که مثل حالا نبود، سر شوهر تا ازدواج هم دیگر نمیدیدن، اما بعد از ازدواج عاشق هم میشدن. من یاد ندارم با همسرم دوام شده باشیم، احترام همه داشتیم، مشکل داشتیم، اما او اعتمادی که هم داشتیم، سازشی که داشتیم، گذشتی که بود، زندگی خوب بود، زندگی شیرین بود. ولی حالا من نمیدونم بچه ها چه شد. احمد آقا عاشق نبود؟ چرا؟ عاشق دختر همسایه روبروی ما بود، او دخترم عاشق احمد بود. بله برونم را انداختیم، اما وقتی احمد رفت و یه طوری برگشت، باز او میامد و میرفت. اما بعد او دیگه وقتی دید یه خوب نمیشه بچه هم، یه امیدش قطع شد. کار خطایی نکرد، حقش بود. چند سال پیش با یه دختر بچه آمد اینجا، هم بعد از او دیگه نیامد. حالا فقط عید تبریک میگم. حسرتون سر نمیره همش تو خونه نشستین؟ اما شما چند وقت از خونه بیرون نرفتین؟ من میتونم بمونم اینجا از احمد آقا نگهداری کنم و به من اعتماد کنید. شما برید من مراقب بشم، خیالتون راحت باشه. کجا برم؟ هر جا، هر جا، مثل بقیه آدم ها تو کوچه، بازار، خیابون. الان مثلا میتونست بری با بچه ها خرید کنید. احمد همه چیز و همه کسره. بای خانه از این پنجره با پرنده ها حرف میزنن، گربه ها اسم دارن، اگه برگی میفته من متوجه میشم. حالا فکر میکنی یه پیرزن خوله ها؟ نه بابا دور از جون، دارم فکر میکنم که شما اصلا این حال خوب از کجا دارید. واقعا خوش به حالتون، من خیلی وقت کسی رو ندیدم اینقدر با همه چی آشتی باشه. میشه چند دقیقه مواظب احمد باشی؟ من لباسه رو از رو بنجم کنم. آره آره من هستم. الان باران میگیری. همیشه از صدای رعد و برق میترسیدم، کلن از صداهای بلند خوشم نمیومد. صدای بوق، صدای چکش، صدای جاروبرقی، صدای دا، صدای تیر. هر موقع بارون میومد و رعد و برق میزد با هم شکلک بازی میکردی، چراغا رو خاموش میکردی، یه چراغ مطالعه میذاشتی، روی دیوار با دستت شکلک درست میکردی و منم باید حدس میزدم چیه. گرگه. کلاغه. کشتی. عروس.
سلام، خوب هستی؟ ببخشید تو خدا انقدر دیر شد. بچه برادرم پیشم بود دیگه، تا زنده باشه اومد دنبالش. من حاضرش کردم، لباسش کردم، فرستادمش، خودم پوشیدم. الان شد اشکال نظر عزیزم، آشو بار گذاشت. کاش که اومد زنگ زدم بهنام بیاره. من هستم اینجا ها، اگه میخوان شما برید بالا. نه اینجا گوش میکنم، حسن عادت داره اینجا بشه. باشه پس من میرم سراغاش. آش تو حیات، منم الان می. باشه. سلام، قبول باشه. سلام، قبول حق باشه. خدمت شما کشک خونه. دست شما در نهایت در شما شفا. چیزای قشنگی میگید، خب بلند بگید. بلند که آخه نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ چی آرزوه دیگه. من که همش برای خودم دعا کردم فقط. آقا بهنام از وقتی اینو گرفته هی میگه خدا هم مریضا رو شفا بده، همه گرسنه‌ها سیر بشن، همه جنگا تموم بشه، از این چیزا. الهی آمین. خدا آرزو همه رو برآورده کنه. خب من دیگه رفع زحمت میکنم، کاری داشتین زنگ بزنین، سه سود میام خدمتتون. به سلامت. خدا آرزوهای تو هم برآورده کنه. برو. چکه. سلام علیکم. مرد مرد چطوری؟ دیدی که عداشو وای گور گرفتم و آخ کمرم و دو تا پله رو میخواد به بالا سر روز به ماه روز به روز سنگین‌تر میشه. سلام خوبی آقا بهنام؟ ما رفع زحمت میکنیم دیگه. خدا قربون خدا. همینجا بودم نشسته بودم پلو احمد. من احمد رو یارم. ببین کاراتو. سلام عروس خانم. منم سلام نکردم. سلام. سلام عزیزم، خوش آمد. سلام، خوبین؟ من سهرم. پس شما دوست مامانی؟ بله، خوش اومدی. خیلی خوشبختم. منم همینطور. چه بوی آشی هم میاد، انگار 100 سال من آش نخوردم. آشی جا نیفتادی. بله یه بخوری کنی بخور شما. چه بوش میاد، دلت نخواد. ویدو جون، دنبال خرید جدیدی؟ آره، خرید که تمومی نداره، مخصوصا دم عروسی. آره خب، خرید که تمومی نداره، حالا چی میخواد؟ کوسن. خب البته کوسن هم خیلی تو زندگی مهمه، بگرد یه چیز خاص پیدا کن. اتفاقا یه کوسن خیلی خاص پیدا کردم، دارم میگردم ببینم چجوری باید بخرمش. آفری، به تو میگن زن زندگی، اینطوری کار شوهرت هم کم میکنی. میخوام. هنوز درست نشده قربونه. پس چیه داری میخوری؟ فقط میخواستم مزهشو تست کنم. منم میخوام مزهشو تست کنم. بیا قربونه برای بریزم. خیلی برای مواظب باشی، داغه داغه. بیا قربونه ده. من 100 سال سوختم، آزی که بهم تذکر نمیده. تو قربونه برم دیگه، بزرگ شدی، خودت باید حواست باشه. هر وقت به نفته بچه هست، هر وقت نیست بزرگ شده. باز اومدی تو؟ نمیشه که. راستی مامان، فرو خانم داره میاد پایین ها، هرچی گفتم کمک کنم نازش گفت خودم. الان میرم کمکش. البته نوش باهاش. چی شد صحبت کردی؟ حله
ایشالله. آذر به جون داداش احمد اگه نیاد همه چیو به هم میزنم. میدونی که میزنم. ایما شلوغ کنی بدتره. لش میکنه مامان نمیاد. خودت که میای. من خب این بعضم میتونم. اصلا یه دونه از لباسای من اندازه من نیست اینا. شما نهی که نمیشه. به خاطر تیپ نمیخوای بیای عروسی داداشه. اینجوری بهتره دیگه. من میمونم احمدو نگه میدارم مامان میاد. اینم میتونه. با مامان دوست شده. آخه مامان احمدو دست غریبه میده. مدی یه وقتی به دخترش نمیسپره چه انتظار داره؟ سر تقصیرات همه پردر بذاریم. ای خدا گرفتاری از باید نکانت پردار دامه خلا علاوه این با آل و حمد الله من شیطان زشی وقت المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات و الاموات. خیلی خوشمزه است. ترکیدم من نوشید جونت. امروز از صبح یه حالی هستی نه؟ البته خب خدا شکر که هر روز حالتون خیلی شیرینه، ولی به نظرم امروز نظرتون راجع من چیه؟ یعنی به نظر شما من چجور آدمی هستم؟ نمیدونم. آدوار نمیشه قضاوت کرد. آره میدونم، ولی اینکه من هر روز میام اینجا هی بعد شما هم هیچی من نمیگید. آدم خب غریبه رو تو خونهشون راه نمیدن دیگه. ممکنه قاتل باشم، دوز باشم، نه؟ اگه بودی کارتو کرده بودی یا رفته بودی؟ من حسودیم میشه بین آرامش شما. چجوری میشه آخه؟ باشه برم چای نبات بیارم. آش زیاد خوردیم نمیدیم. سهر بیا چای آوردم. دست شما درد نکنه. میگفتی؟ من میگم که شما دارید عروسی، من اینجا میمونم پیش احمد آقا. شما اصلا من نمیپرسید من کی هستم، برای چی میام اینجا. بعضی موقع فکر میکنم ذهن خونی بلدین. من چند سال پیش عاشق یه نفر بودم، واسه خودم دیگه رو ابرا بودم، فکر میکردم خوشبخت‌ترین آدم دنیا. بعد مریض شد، من یکم پیشش موندم، ولی واقعا دیگه نمیتونستم ببینم اینجوری داره زجر میکشه. من ولش کردم، یعنی اصلا رفتم، کلا رفتم، از اینجا رفتم.
نمیدونم از چی فرار کردم واقعا، تا اینکه یو خبر رسید مرده. من سال هاست میگذره ولی من هنوز عذاب وجدان دارم، همش میگم کاش که یه ذره بیشتر میموندم پیشش. من که میدونستم داره میمیره، کاش تا آخرش میموندم پیشش. وقتی احمد آقا رو از پشت پنجره دیدم یه لحظه فکر کردم نیماز، اسمش نیما بود. میدونم الان هی میام اینجا میرم اصلا کار درستی نمی کنم، ولی واقعا همش پام منو میکشه اینجا. اصلا یه حسیه که نمیشه گفت. الانم میخوام بهتون کمک کنم، برید عروسی پسرتون. عروسی احمد آقای خب دیگه قسمت نشد دیگه، ولی اینو باید برید. من قول میدم از احمد آقا نگهداری کنم، حتی بیشتر از چشم هم مواظبش باشم. باشه؟ باشه؟ بعضی وقت تو اتاقت گریه میکنی، میخوای من نبینم، ولی من میفهمم. هی بهت میگم گریه نکن، نمیتونم اشکاتو ببینم، ولی نمیشنوی. میشنوی؟ امروز حس میکنم یه چیزی میخوای به من بگی. چی جور دیگه هستی؟ چی میخوای بگی؟ هر سال این موقع حس میکنم حالت عوض میشه، ولی این دفعه یه چیز دیگه هست. چی میخوای به من بگی؟ اگه اونی که من فکر میکنم از بین همه آدم تو خواستی سحر بیاد اینجا؟ تو خواستی پیشت بمونه؟ همش حس میکنم میگی مامان تو برو سر پیشم هست. سلام آقا رضا، خوبی؟ خانم خوبم؟ بله من خانم آقای امینی خدا بیامرزم. آهو خانم خوبم؟ لطف دارین شما، یه زحمتی داشتم برای شما اگه فرصت داشته باشی. بله چشم باشه، وقتش تعیین میکنه به شما میگم. چشم خدا حافظ شما. چی میگی بهشون؟ ولی میبینم برگو با عشق نگاهت میکنن. چه خبر آقا رضا؟ خیلی سالی ندیدمت. آره دیگه، ما که از این مغازه رفتیم. تا موقعی هم که آقا امین خدا بیامرز زنده بود سالی دوبار میمدیم اینجا برای کوچلوارش. خدا بیامرزتش، خیلی کوچلوار دوست داشت. از وقتی دیدمش کوچلوار میپوشید، حتی تو منزلم لباسش مرتب بود. هی
جاش خالی؟ آره، ایش که بول باز راحتی ندیده بودش. خدا بیامرز و نور به قبرش بباره. نازنین مردی بود. کارباره چطوره آرزم؟ خوبه؟ چی بگم؟ کس کوچلوار نمیدوزه. مثل قدیما کار ما رونق نداره. حالا چند نفری هستن که میان کوچلوار سفارش میدن. ما خب مثل جوونیامون که نیستیم. با یه گردن درد و دست دردمون براشون خب میدوزیم. الهی سلامت باشی. خدا خودش رو زیرسانه. شکر. والا ما همیشه از زندگیمون راضی بودیم. اینم نعمتیه. راستی پسر داشتی رفت خارج. او چطوره؟ خوبه. پارسال با خانم رفتیم دیدنش. خودش هم بلیط برامون خرید. گفتیم بابا جون ما کجا فرنگ کجا ول کن اصرار کرد نبیاد رفتیم. ولی خیلی قشنگ بود. با یه دفعه تشریف بیارید منزل حقیر. این آهو خانم خیلی هم خوش زبونه ها براتون تعریف کنه بخندیم. انشالله. که تمام میشه کوچلوار؟ من که کاری ندارم. زود براتون میدوزمش. امتحان نمیخواد. یادم اون موقع با یه دفعه اندازه‌گیری شما میدوختی. همیشه امینه همه جا میشد تا تعریف شما رو میکرد. درست پیر شدم ولی هنوز دقیقم. بفرمایید چایتون سرد شد. چشم. ببخشید. نه تل. آهو خانم چطوره؟ چرا سر به ما نمیزنی؟ مریض بودی یه مدت. به هم میگه به کسی چیزی نگم. ولی خب شما که غریبه نیستید. خوب شد الحمدلله. خوب خوب تو داره و قوی. ولی هیچ وقت میگه دردامو به کسی نگی. دردم مال خودمه. میگه تفلکی که پومیشه میاد خونه دیدنیم یا یه کسی تلفن میزنه به او چه ربطی داره که ناراحتش کنم؟ چش بود؟ ولی من میگم اسمشو نبر. خب مریضش خیلی سخت بود ولی او بروه یه خوبشا. هنوزم باور نمیکنم که خوب خوب شده. همون موقع مریضش هم هر که احوالش میپرسید میگفت خوبم. من بعضی وقتا یواشکی میرفتم گریه میکردم. ولی او قوی بود و محکم. ها ای روزگار خدایا شکرت. ببخشید سرتون درد آوردم. ها حالا یه وقت اگه صحبت کردین ها راجع به اینا چیزی بهش نگید. اصلا ایچی ها رو نمیدونید. اینم انشاءالله مطمئن باشید زودی براتون میارمش. یه سوال بپرسم. شما من از سر راه پیدا کردیم؟ نه بابا تو که به دنیا اومدی من بودم. نمک شما فکر میکنی من دارم شوخی میکنم میگم به هم میزنم؟ سر سفره عقدم که باشم نیاد همه چی رو میریزم به هم. حالا من چی باید به شما بگم؟ گفتم میام. نسوزه این مامان. خب یه جوری بهش بگو میام که خیالش راحت شه. بالاخره این همه مهمون دعوت کرده، فامیل میان، شما بزرگترشی، هزینه کرده، خانومش انقدر خرید کرده. چی میگی؟ تو که خود نمیای. من حالا شاید اومدم. چی میپوشی؟ اومده. خانم خدمتش ور ندار دوتا دوتا سردید میکنه. بحث نکنی. گفتم میام. قبلنم گفتی میای بعد به آذر گفتی نمیای. نگفت. چرا نگم؟ اون دفعه به آذر گفتم نمیام ولی حالا میگم میام. بابا از همین خونسردیت دق کرد. بابا خونسردتر بود. ما به کی رفتیم آذر؟ باشه بخم از خیلی کن. شما نیا
ببین من چه کارم. اینجور نگو، تهدیدم نکن، بخند. بیا خوبه؟ نرو ایمان دیگه، یه دو دقیقه بشه. دارم میرم پیش داداشم. ماما من به خدا نمیخواستم بگم و جون احمد و قسمم داد. آره جون تو. حالا میری؟ تو چی میکنی؟ تو میری؟ چی کار کنیم بی داداش کوچیک هست؟ قربونت برم. شب پیشو یه خوابی دیدم. بگم خواب دیدم تو حیات عمه اینا نشسته بودیم لب حوض، عین بچگیامو داشتیم با ماهیا بازی میکردیم. فکر کنم 10-12 سالمون بود. بعد دفعه یه نفر اومد، نمیشناختمش کی بود، یه بچه خوشگلی گذاشت تو بغل من. میدونم شما بزرگتری، ولی انگار اون بچه تو بودی. فکر نکنی دارم علکی میگم، و یه خورده گذشت، من همونجا نشسته بودم ولی بزرگ شده بودم، اما تو هنوز کوچولو بودی، انگار تو بچه من بودی. یه احساس خوبی دارم، یه تکونایی میکنم این فسقلی. اما حالم خیلی بهتر شد. الان 5 سالمه، دارم توی راه رو میدوام، میرم تو آشپزخونه، دستم به کابینت بالایی نمیرسه، باید چهارپایه بذارم زیر پام تا بتونم خوراکی بردارم. چقدر دلم میخواست زودتر بزرگ شم که دستم به کابینت برسه. الان بزرگ شدم ولی هنوز دستم نمیرسه. بعضی چیزه هست که آدم دستش بهش نمیرسه. همیشه دنبال قهرمانا بودم، کی بهترین بازیو داره، کی بیشترین گلو زده، کی بیشترین کاپو برده. بعد میخواستم قهرمان بشم، همه بهم افتخار کنن، توی چشم باشم، همه بشناسنم. سخت بود، سخت. لطف کردین خدمت آقا خانم سلام برسید. چشم خدا حافظ. دست شما، دست شما با هم که میکنی انگار جهان یه لحظه وای میسه.
تو چشمات زندگی راه میره، قدم میزنه، توی لباس سفیدت یه دنیا گل خونه شونه. وقتی تو خونه راه میری بوی زندگی همه جا رو میگیره. چرا چشاش بازه؟ ما قربونه تو برم بی بقلم ببینم عزیزم. اوخی ماشالله قربونه برم. خب آخه اینجوریه دیگه، یه سری از آدم ها اینجوری میخوابن ولی نگاهشون به ما ها حواسشون هست ما داریم چی کار میکنیم چی کار نمیکنیم چی میگیم، هستن ولی انگاری که نیستن. باران یادت 13 به در رفته بودیم باغ دای حمیدینا، امیرعلی گرفت خوابید، ما همه نشستیم دورش، یه عالمه چیز خوردیم، یه عالمه حرف زدیم، تازه بعد از نیم ساعت فهمیدیم که آقای امیرعلی خان خواب نبوده. من اولش خودم گفتم امیرعلی خوابه، اونم جدی گرفت خودشو زد به خواب. یادته؟ میخواسته ببینه ما داریم چی کار میکنیم، چی میخوریم، چی میگیم. یادته؟ بعدشم با همون قهر کرد، گفت اصلا به من توجه نمی کنید، گفت من 100 سالم اینجا بودم شما انگار نه انگار. پسرای لوس یه سه چقدر نازش کشیدیم تا آشتی کرد با همون، ولی من حواسم بهش بودا، من پتو رو خودم کشیدم روش ولی اون ندید. این چیه خودشو زده به قاب؟ آره فکر کنم میخواد ببینه ماها چقدر دوستش داریم. اللهم صل على محمد. دیگه از پلا راحت میرم بالا، دیگه همه جا میرم، همه چی رو میبینم، بعضی وقتا سوار اتوبوس میشم، تو از پشت بوم نگام میکنی، ولی من تا امامزاده هم میرم نگام میکنی، نگات میکنم. چه حالیه که تو چشات، این چه حالیه که توی چشامه، چقدر توی این لحظه خوشحالم. چند وقت اونجا ندیدمت، اون بره پنجره، از اونجا که نگاه میکنی چطور به نظر میام؟ اصلا چشات از اون فاصله میبینه؟ چقدر موهات سفید شده، چروکای صورت چقدر قشنگ، دیگه خیلی وقت دنبال قهرمانا نمیگردم، خیلی وقت قهرمانم رو پیدا کردم، خیلی وقت فهمیدم قهرمانم چه شکلی هم زیبا، شکل تو قهرمان توی ماما